نام اعتلاف متجاوز عربستان سعودی رسما در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار گرفت. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره تلفات کودکان در درگیری های مسلحانه نام اعتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی را به دلیل کشتار کودکان یمنی رسما در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد. این گزارش از سوی آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شد و در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفت سازمان ملل در این گزارش نیروهای یمنی را نیز به اعمال خشونت علیه کودکان متهم کرده و آنها را نیز در این لیست سیاه قرار داده است و این در حالی است که این نیروها از آغاز حملات عربستان تا کنون در حال دفاع از یمن و دفع حملات متجاوزان هستند از سوی دیگر نام مزدوران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و مصطفی یمن و شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان هم به دلیل اعمال خشونت علیه کودکان در سال 2016 در این لیست قرار داده شده است. آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت این اقدام با توجه به این انجام شده که عملیات اعتلاف عربستان و نیروهای انصارالله الله در سال 2016 میلادی جان در حدود 1100 کودک را گرفته و یا آنها را مجروح کرده است. به افزود اعتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی مسئول جانباختن یا مجروح شدن 683 کودک یمنی در سال گذشته میلادی است. گترش در بخش دیگری از این گزارش گفت اعتلاف عربستان سعودی مسئول 73 درصد حملات به بیمارستان ها و مدارس و همچنین مسئول 13 مورد جلوگیری از امداد رسانی به یمنی ها در سال 2016 میلادی است. شاین ذکر است اعتلاف عربستان سعودی سال گذشته نیز در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفت ولی بعدا توسط بانکیمون دبیر کل سابق سازمان ملل از این فهرست حذف شد تا این گزارش مورد بازنگری قرار گیرد. در آن زمان منابع آگاه اعلام کردند که عربستان سعودی به دبیر کل سازمان ملل فشار آورده و تهدید کرده است که منابع مالی این سازمان را قطع خواهد کرد ولی عربستان سعودی این موضوع را تکذیب کرد